به نام خدا سلام دوباره میکنم خدمت شما همراهان عزیز میرسیم به فصل اول و میخوایم به مهمترین پرسش این دوره جواب بدیم چرا چابک اصلا چابکی از کجا اومده و چرا سازمان ها خصوصا سازمان که دارن در, در محیط های پیچیده کار میکنن به سمت چابکی حرکت کردن دوستان در گذشته همونطور که در این اسلاید مشاهده میکنید شرایط کسب و کار به این صورت بود دارم سفر میکنم به 120 سال قبل اوایل قرن بیستم شرایط به این صورت بود که مشتریان به دور کمپانی ها میگشتند کمپانی هایی که داشتن به مردم خدمات میدادند خیلی محدود بودند و این مردم بودند که باید خودشون رو منطبق می‌کردند با محصول و کالایی که به اونها ارائه میشد در این زمینه یک حکایت خیلی معروفی داریم از آقای فورد یک روز از آقای هنری فورد بنیانگذار همین ماشین های فورد کسی که در واقع خط تولید رو بنیانگذاری کرد یک روز ازش پرسیدن که چرا ماشین های فورد فقط مشکیه در جواب گفتش که مشتریان ما هر رنگی رو میتونن انتخاب بکنن به شرطی که اون رنگ مشکی باشه و همونطور که میبینید و حالا در گذشته هم شاید بعضیا یادشون بیاد هم تا همین شاید 20 سال پیش 30 سال پیش حتی در کشور خودمون هم اینجوری بود که مشتریان بودن بازار رقابتی خیلی گسترده نبود و مشتریان هر کالایی که بهشون در واقع ارائه میشد و مجبور بودن خریداری بکنن و اتفاقی مشتری بود بعد خودش منطبق میکرد یعنی پا روی سلاقش میذاشت و هر روی کردی که داشت رو شاید فراموش میکرد تا فقط در واقع به اون خدمت یا اون کالا برسه ولی با حرکت به سمت موج سوم و شروع عصر ارتباطات که خب در واقع یک انفجاری بود در توسعه کمپانی ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات و محصولات یک جابجایی و یک انقلابی ایجاد شد بدین شکل که دیگه این مشتریان بودند که به دور در واقع شرکت ها بودند که به دور مشتریان میگشتند با ثبات نسبی که در جهان ایجاد شد پیشرفت های تکنولوژی که از بعد از جنگ جهانی دوم به صورت انفجاری رخ داد و در واقع عصر اطلاعات همه اینها کمک کرد که خب دنیا از نظر اقتصادی رشد بکنه جهش پیدا بکنه و همین باعث شد که شرکت های بیشتری در واقع بتونن خودشون رو وارد این بازار رقابتی بکنن و اینجا بود که هر کس برای اینکه بتونه سهم بازار بیشتری رو بگیره خب باید خدمات متنوع تری رو ارائه میداد خدماتی که باید منطبق میشد با نیاز مشتری قاعدتا شما در تجربه زیستی خودتون مثال های فراوانی دارید از اینکه تا مثلا دیروز از یک کمپانی محصول دریافت میکردید یا خدمات دریافت میکردید ولی اگر که یک کمپانی رقیبی میومد و یک سری آفرهای بهتری رو به شما میداد پیشنهاداتی میداد که الاینتر بود با نیاز شما شما به راحتی میتونستید سویچ بکنید و رقابت خیلی زیادی رو در واقع ما شاهدش هستیم چه در بخش خدماتی و چه در بخش تولیدی و این رقابت دوستان در شرکت هایی که در واقع دارن محصولات و خدمات تکنولوژی بیس ارائه میدن خیلی بیشتر شده خب مشخصا تکنولوژی خودش پیچیده است به خاطر تغییرات خیلی سریعی که داره شما میتونید یک لحظه در ذهنتون متصور بشید کامپیوترهایی که شاید 10 سال پیش 15 سال پیش 20 سال پیش بوده با لپتاپ هایی که امروز داریم یا حتی تلفن های همراه هوشمندی که الان دستمونه تغییرات بسیار سریع داره اتفاق می‌افته و حتی در ارائه خدمات انواع اقسام اپلیکیشن ها و خدماتی که شما دارید برای مثال در حوزه سفر سفرهای در اون شهری خرید کالا خرید کتاب و غیره رو دریافت که خب در واقع سرعت تغییرات بسیار زیاده حالا در این دنیای کنونی اگر بخوام یک مقایسه تصویری داشته باشیم با گذشته در گذشته مدیریت پروژه و در واقع حرکت به سمت توسعه یک محصول جدید بدین شکل بود که ما یک نقطه استارتی داشتیم و یک انتظاراتی بود یک انتظار داشتیم که برای مثال یک اپلیکیشن خدمات بانکی رو داشته باشیم ما می اومدیم برای اون پروداکت خودمون یک مسیر رو متصور می شدیم و یک پلنی رو می چیدیم گفتیم ما برای اینکه بتونیم کیف پول ایکس رو کیف پول بانکی ایکس رو توسعه بدیم تخمین می برای مثال ما باید یه دو سال سه سال زمان صرف رو کنیم اگر که 20 نفر نیرو بگیریم و هر سه ماه یک بار شش ماه یک بار در واقع خروجی خودمون رو دلیوربل هامون رو بدیم بیرون در نهایت میتونیم به اون هدفمون برسیم خب وقتی که میرسیدیم به سال سوم به خاطر این تغییرات تکنولوژی که هست میدیدیم نیازمندی مشتری و انتظارات اون تغییر کرده در شرایطی که ما در واقع پروداکت خودمون رو اینجا تولید کردیم به این مدل پیشبینی اصطلاح و پیشبرد پروژه اصطلاحا میگن روش های پیشبینی پذیر پردیکتیو اپروچ یک نگرش پیشبینی پذیریه خب ما این رو در پروژه های نظیر پروژه های ساختمان سازی پل سازی و کارخون... در واقع توسعه کارخانه ها زیاد داریم بهشون میگن پروژه های ساخت در اون پروژه ها دقیق بودن مهمه اسکوپ قرار نیست تغییر بکنه شما میرید قرارداد میبندید یک ساختمون چهار طبقه رو بسازید قرار چهار طبقه ساخته بشه نمیاد بگید حالا ما دو طبقه هم ساختیم تحویل یا اگر اسکلتش زدیم پولمون تموم شد میشه ازش استفاده کرد نه همه چی باید دقیق باشه در پروژه ساخت مثل پل سازی و غیره محاسبات بسیار دقیقی باید انجام بشه تا پل بتونه اون باری که روش میاد رو تحمل بکنه و بتونه مثلا چندصد سال حتی بمونه تا در واقع یک خدمات شهری رو همه بتونن ازش استفاده بکنه اما در محیط های پیچیده که ما بهش میگیم محیط های کامپلکس وقتی که شما هر روز دچار یک سری تغییراتی میشی که همه هم رو به جلوه حداقل میتونیم بگیم می عموما رو به جلوه مثلا امروز متاورس میاد آم. بحث این میشه که ما میخوایم بتونیم ارز دیجیتال رو هم در معاملات خودمون داشته باشیم خب خیلی جدیده خیلی نوینه اینکه من بتونم وقتی که میخوام یک پرداختی رو در سایت خودم داشته باشم برای اینکه مشتری من راحت تر باشه کیف پولی رو بذارم برای پولاش رو توی اون کیف پول ذخیره کنه که هر بار نخواد انتقال بده بحث اینه که خب مثل اینکه حالا اگر پولشو گذاشت اینجا یک سودی هم بهش بدم همه این تغییرات همه این نیازمندی های جدید همه اینها باید خیلی سریع به بازار ارائه بشه برای مثال دیگری اگر بخوام خدمتون ارائه بکنم برای مثال در لینکدین دو سال پیش برای اینکه دید در شبکه های مجازی سایر شبکه های مجازی مستلح مثلا یک فیچری به نام استوری هست و کاربران میان و استوری میذارن اومد این فیچر رو خیلی سریع در یکی دو تا اسپرینت که حالا با این واژه ها بیشتر آشنا میشین تولید کرد و گذاشت لینکدین استوری داشت ولی فست فیدبک سریع از بازار بازخورد گرفت و دید که خب بهتره که اینو وردارم اون بازخورد و اون نتایجی که میخواست رو دریافت کرد و دید برای اینکه پروداکت من بتونه همچنان در مسیر مشتری باشه حتی نیازی به این فیچر جدید نیازی به این قابلیت جدید نیست پس اگر بخوایم محیط های کامپلکس رو ببینیم و متوجه بشیم که روی کرده چابوکی چگونه تو این محیط ها کمک میکنه میتونیم اینجا ترسیم بکنیم در توسعه محصولات نوآورانه و فناورانه برای مثال توسعه یک محصول نرم افزاری ما یک شروعی رو داریم و یک سطح انتظارات خیلی گسترده تر ما الان میگیم مشتری بتونه با موبایل خودش خرید بکنه همون اپلیکیشن روی وبی بیاد بتونه با سیستم خودش خرید بکنه بتونه آفرهای مختلفی رو ببینه بتونه مقایسه بکنه و غیره همه چیزهایی که شما در زیستبوم روزانه خودتون دارید تجربه میکنید ما میایم یک توسعه کوچیکی رو میدیم اصطلاحا به اینها میگن ایتریشن بازه های زمانی کوتاه مدت دو تا سه ماه یا کمتر یک خروجی رو میدیم برنامه ریزی اول براش میکنیم یک خروجی کارشونده ای رو میدیم که با بهش میگیم اینکریمنت برای مثال در بار اولی که شما یک اپلیکیشن کیف پول بانکی رو شاید سه چهار سال پیش نصب کردید فقط 4 تا فیچر داشت شما فقط میتونستید کارت به کارت بکنید ولی یه فیچر ارزنده بود شما میتونستید عوارز خود رو بدید بعد دوباره حالا ما فهمیدیم آهان کیف پول بانکی یعنی چی؟ یه ذره درکش کردیم دیدیم خب ای کاش بشه باهاش مثلا بلیت سینما هم خریداری کرد میایم برنامه ریزی میکنیم دوباره یک لاین دیگه برنامه ریزی میکنیم برای یک ایتریشن کوتاه مدت و یک خروجی میدیم بیرون حالا این بار ما میتونیم علاوه بر اینکه کارت به کارت میکنیم میتونیم خرید بلیت هم داشته باشیم یا برای مثال یک فیچری رو مثل لینکدین اووردیم بازخورد گرفتیم از مشتری دیدیم خیلی اوکی نیست میتونیم اونو برداریم دوباره میریم برنامه ریزی میکنیم یک ایتریشن جدید برمیگردیم رو مثالمون کیف پول بانکی ساله اخیر خاطرتون باشه در کشور ما بحث بورس خیلی رونق گرفته بود خب من یه اپلیکیشن دارم یه کسب و کارم برام ترانزکشن ها و مباحث مالی مهمه چه خوبه که بتونیم تو همین اپلیکیشنمون همین کیف پول بانکیمون که داره مراودات مالی ما رو پیش میبره بتونیم در سامانه های نظر سامانه بورس همون سجام ثبت نام بکنیم بریم این قابلیت ایجاد بکنیم قابلیت ایجاد میشه ما دیگه کجاها داریم بچه ها پول میدیم کجا میتونیم انتظار مشتریمون رو برآورده بکنیم برای مثال توی کیف پول های بانکی مثلا حتی کمک به خیریه اومد یا همون گرفتن خلافی ماشین اومد من اونجا هم دارم پول میدم خب بهتر که با کیف پولم این کار بکنم خرید صندوق های سرمایه گذاری اومد میتونم خب با کیف پولم این کار بکنم پس من میام اینها رو هم ایجاد میکنم و در نهایت همونطور که مشاهده فرمودید ما تونستیم تطبیق پذیر پیش بریم خودمون رو هی تطبیق دادیم با نیازمندی مشتریان که به این روی کرد میگن ادپتیو اپروچ یا همون اجای ما یک مسیر رو شروع کردیم هی hey, به مرور به مرور خودمون رو تطبیق دادیم با نیاز مشتریان و در نهایت چیزی که ارائه داریم میدیم از اون ابتدا تا لحظه که بتونیم بگیم محصول ما به بلوغ رسیده لایف سایکل محصول ما رسیده به جایی که دیگه تو بازار سهم داره ما اونجا خیلی نزدیکیم به انتظارات مشتریان خوده که خب به این روی کرد میگن روی کرده تطبیق پذیر اگه بخوام این بخش رو جنبندی بکنم باید به این نکته اشاره بکنم که همونطور که دیدید هیچ ارجحیت و برتری نسبت به روش های پریدیکتی و اپروچ و ادپتیو و اپروچ نیست هر کدوم در دنیای خودشون باید استفاده بشن روش های پیش پذیر و سنتی که ما بشینیم یک پلن خیلی بزرگ تا انتهای پروژه انتهای اینکه محصولمون به بازار برسه رو بچینیم به جای اینکه بشیم سه،, سه،, یا چهار سال در واقع باید بشینیم شاید حتی برنامه ریزی کنیم حین کارم برنامه ریزی بکنیم برای پول سازی خوبه برای راهسازی خوبه برای نیروگاه سازی خوبه ولی برای محیط های پیچیده که ما داریم توش توسعه محصول میدیم محصولات نوآورانه و خلاقانه خیلی خوب نیست چون من وقتی که یک سال میشینم پرنامه ریزی میکنم ممکنه سال سوم مثلا اون نیازمندی هایی که پیش کردم مناسب نباشه و در روش های ادپتی و افروچ که دیدید خب من نمیتونم در یک سری اینکریمنت پیش برم بعد نهایت به جای یک ساختمون چهار طبقه یک ساختمون دو طبقه رو ارائه بدم ولی دیدید هر کدوم خوبن برای محیط خودش از جمله روش هایی که در ادپتی و اپروچ یا اجایل هست روش های اسکرام ایکس بی کمبان و غیره هست که شما با فراگیری اینها میتونید توسعه محصولات خودتون در محیط های پیچیده رو با کمک روی کرده چابک پیش ببرید در ادامه با همدیگه بیشتر این موارد رو مرور خواهیم کرد